با عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت تمام شما دانش آموزان و علاقمندان فیزیک برق. دوستان عزیز، ما در جلسه درسی قبلی بحث مواد از نظر هدایت برقی و همچنان ساختار برقی اتم ها را مورد مطالعه قرار دادیم. یک بار دیگه بحثایی که در جلسه قبلی خواندیم را با هم تکرار میکنیم. دقت داشته باشید، فیزیک برق به صورت عموم به دو بخش تقسیم میشه. ابتدا برق ساکن یا اصطلاحاً الکترو استاتیک، و دوم برق جاری یا اصطلاحاً الکترو دینامیک. الکترو استاتیک که ما در این فصل مورد مطالعه قرار میدیم شامل بحث‌های قوه برقی، ساحه برقی، پتانسیل و خازن هست، و برق جاری که ما در فصل بعدی مطالعه میکنیم موضوعاتش برای فصل هفتم فیزیک صنف ده است. ما در بحث برق ساکن اتم را مورد مطالعه قرار میدیم. اتم ها دارای دو بخش بسیار مهم هستند: هسته و مدار. دقت کنید، هسته ها دارای ذرات پروتون هستند که پروتون ها دارای چارج مثبت میباشند، و مدار ها دارای ذرات الکترون هستند که الکترون ها از نگاه چارج برقی چارج خنسا دارند. اگر یک اتم تعداد چارج های مثبت و منفیش با هم برابر باشه، اتم خنسا هست، اما اگر مثبت و منفی او با هم برابر نباشه، اتم چارج دار میشه. اتم چارج دار دو حالت داره: یا تعداد چارج های مثبت بیشتر است که او را اتم چارج دار مثبت یا کاتیون میگن، و یا تعداد چارج های منفی بیشتر است که او را اتم چارج دار منفی یا انیون میگن. و در آخر هم مواد از نظر هدایت برقی را مورد مطالعه قرار دادیم. باید داشته باشید مواد از نظر هدایت برقی به دو نوع هستند: اونایی که جریان از خود عبور میتن حادی، و اونایی که جریان از خود عبور نمیتن آیه. و مواد دیگری به نام نیمه حادی وجود داره که از نظر هدایت برقی بین مواد حادی و آیه هستند. خب دوستان، ما در این جلسه میایم یکی از موضوعات مهم دیگر را در فیزیک برق، بحث چارجدار کردن مواد را مورد مطالعه قرار میدیم. شاید در بعضی از کلیپ ها شما این وسیله را دیده باشید که با لمس کردن از این برق ساکن در بدن القا میشه یا تولید میشه، و در نتیجه موی انسان در اثر قوه دفعی که بین چارج ها وجود داره که در موی جمع میشن از هم دیگه دور میشن و به این شکل قرار میگیرن. این وسیله را ما به نام ون دی گراف یاد میکنیم. وسیله ای است به نام ون دی گراف. اگر شما میخواهید کلیپ هایی را از این وسیله ببینید، میتونید این نام را در براوزر هایتان سرچ کنید. ون دی گراف. ون دی گراف وسیله تولید برق ساکن هست. ما کلیپ های مختلفی را از این در یوتیوب یا کانال های دیگه داریم، اما ما میاییم این را به صورت کاملتر بررسی میکنیم که چارجدار کردن مواد بغیر از استفاده از ون دی گراف کدام طریق های دیگر دارد. دقت کنید، در بحث چارجدار کردن مواد به صورت عموم چهار طریقه برای چارجدار کردن مواد وجود دارد. طریقه اول، طریقه مالش. در این طریقه دو جسم خنسا به هم مالش داده شده و بعد از جدا شدنشان هر دو جسم به صورت مساوی و مخالف العلامه چارجدار میشن. مثلا در شکل اگر شما دقت کنید، یک پارچه خونسا و یک میله فلزی خونسا را ما در نظر میگیریم. زمانی که پارچه به میله فلزی مالش داده میشه، بعد از جدا شدن میله فلزی چارجدار مثبت میشه و پارچه چارجدار منفی میشه. این به نام چارجدار کردن مواد به طریقه مالش یاد میکنن که اولین طریقه چارجدار کردن مواد است. ما در اینجا با استفاده از وسایل ساده‌ای که در دست داریم یک تجربه بسیار ساده را از بحث چارجدار کردن مواد با هم بررسی میکنیم. یک گلاس خونسا میره روی میز قرار میتم، یک پخانه ای هم که از نگاه چارچ برقی کاملا خونسا است. با موی سر خود که موی سر من در حالت خونسا قرار داره مالش میتم. بعد از چندین بار مالش اتم ها بین موی سر من و پخانه تبادله میشن و در الکترون ها تبادله میشن و در نتیجه پخانه چارج دار میشه. حال ببینید پخانه چه عکس العملی روی گلاس کاغذی
نشان میده. گلاس کاغذی رو میتونه به سمت خود جذب کنه، اما هر چقدر این مالش بیشتر صورت بگیره، مقدار چارج دار کردن ماده هم، مقدار چارجی که در داخل پخانه جمع میشه هم بیشتر هست. ما حالی پخانه رو داخل گلاس قرار میدیم، اما ایره به آسانی قرار دادن نمیتونیم. چرا؟ چون قوه جذبی که پخانه بالای دست من وارد میکنه رو شما میتونید در تصویر مشاهده کنید. دقت کنید، دست خونسای من توسط پخانه چارجدار تحت اثر قوه جذب قرار میگیرم. خب دوستان، دومین طریقه‌ای که برای چارجدار کردن مواد وجود داره طریقه تماس هست. در این طریقه با تماس یک جسم چارجدار به یک جسم خونسا میتوانیم جسم خونسا را نیز به یک جسم چارجدار تبدیل کنیم. ما میتونیم در این طریقه یک جسم خونسا را با یک جسم چارجدار تماس بدیم. مثلا این پقانه فعلا در داخل خود یک مقدار چارج داره. اگر من مارکر خونسا را به این پقانه تماس بدم، چارج ها از پقانه منتقل میشن به داخل مارکر و بعد از جدا شدن توازن چارج ها در داخل مارکر هم به هم میخوره و مارکر هم تبدیل به جسم چارجدار میشه. نمونه شکلی که در اینجا میبینید استفاده از وندیگراف است. وندیگراف کره ای است که دارای چارج هست و زمانی که بدن بی چارج ما به او تماس پیدا میکنه، چارج های زو به بدن منتقل میشه و توازن چارج ها در بدن به هم میزنه. این دومین طریقه. حال میایم در سومین طریقه چارجدار کردن مواد، طریقه القا. در این طریقه صرف با نزدیک ساختن یک جسم چارجدار به یک جسم خونسا میتوانیم جسم خونسا را نیز چارجدار کنیم. القا به معنی چی است؟ آفرین دوستا، به معنی نزدیک شدن. یعنی ما در طریقه القا بدون از اینکه تماس فیزیکی صورت بگیره، فقط با نزدیک ساختن دو جسم میتونیم اونها را چارجدار بسازیم. با شکلی که در اینجا برای ما داده شده دقت کنید، ما دو تا کره خونسا را، کره آبی رنگ کره A و کره زرد رنگ کره B را با همدیگه در حالت تماس قرار میدیم. زمانی که ما یک پقانه را با چارج منفی به کره آبی نزدیک کنیم، منفی چون مثبت را به خود جذب میکنه، چارج های مثبت در داخل کره آبی جمع میشن و چارج های منفی در داخل کره زرد. اگر قبل از دور کردن پقانه ما دو کره را از هم دیگه جدا کنیم، در نتیجه تمام چارچای مثبت در داخل کره آبی باقی میمانن و تمام چارچای منفی در داخل کره زرد و بعد از جدا شدن هر دو جسم چارجدار میشن. این را ما به نام طریقه القا یاد میکنیم. مثل ازی است که من دو تا پقانه را به هم دیگه بچسبانم، یک پقانه با چارچ مثبت را در اینجا نزدیک کنم، چارچای منفی میاند پقانه سمت مارکر و چارچای مثبت میرن در پقانه مقابل قرار میگیرن. اگر من قبل از دور کردن جسم چارجدار این دو پقانه را از هم دور کنم، در نتیجه در پقانه آبی رنگ تمام چارچای منفی باقی میمانه و در پقانه زرد رنگ تمام چارچای مثبت باقی میمانه. این ما به نام طریقه القا یا طریقه نزدیک سازی یاد میکنیم. خب دوستان، این بود از طریقه سوم یا سومین طریقه چارجدار کردن مواد. و حال میریم سراغ آخرین طریقه، طریقه قطبی سازی یا پولیرایزیشن. در این طریقه که مشابه طریقه القا است، با وجودی که تعداد چارچ های مثبت و منفی جسم با هم برابرند، اما به دلیل جدا شدن مرکز چارچ ها از هم، جسم به طور موقتی چارجدار میشه. دقت کنید در طریقه قطبی سازی ما جسم رو موقتی چارجدار میسازیم. فرض کنید مارکر چارج مثبت داره، زمانی که ما این رو به پخانه نزدیک میکنیم، مثبت منفی ها رو به خود جذب میکنه و منفی ها در یک طرف پخانه میان و چارج های مثبت در سمت مقابل میرن و در نتیجه برای یک مدت کوتاه این پخانه تبدیل به یک پخانه چارجدار میشه. چرا؟ چون مرکز دو چارج از هم جدا شده. در حالی که تعداد چارچ های مثبت و منفی در داخل پخانه با هم دیگه برابر هستند. خب در شکل دقت کنید، ما جسم چارجدار را به جسم خونسا نزدیک میکنیم و در نتیجه در جسم خونسا توازن چارچ ها به هم میخوره، مثبت در یک طرف منفی در دیگه طرف و این حالت تا زمانی ادامه داره که جسم چارجدار به جسم خونسا نزدیک باشه. به مجرد دور کردن از این، جسم قطبی شده دوباره خونسا میشه. خب این بود از چهارمین طریقه چارجدار کردن مواد. حال میایم این چهار طریقه رو با هم دیگه
مورد بررسی بیشتر قرار میدیم. در چارج دار کردن مواد میگیم طریقه مالش و تماس میتوانند اجسام حادی و عایق را چارج دار کنند. یعنی ما در طریقه مالش و در طریقه تماس میتونیم هم مواد حادی را چارج دار بسازیم و هم مواد عایق را. در طریقه بعدی، طریقه القا، فقط برای مواد حادی جوابگوی است. یعنی ما در طریق القا میتونیم مواد حادی را چارج دار بسازیم و در طریق قطبی سازی فقط میتونیم مواد عایق را چارج دار کنیم. حال دقت کنید دوستان، در سوالی که در فرم کانکور آمده گفته در کدام طریقه های زیل مواد بدون تماس فیزیکی چارج دار میشن، جواب شما در این موضوع چی خواهد بود؟ آفرین دوستان، ما نظر به چهار تشریحی که خواندیم، در طریقه القا و قطبی سازی مواد بدون تماس فیزیکی چارج دار میشن، در حالی که در طریقه مالش و تماس مواد با تماس فیزیکی چارج دار میشدن. در ادامه دوستان عزیز، ما یک وسیله ای را میخوانیم به نام الکتروسکوپ. الکتروسکوپ چی است؟ الکتروسکوپ وسیله ای که به واسطه آن چارج دار بودن اجسام تعیین میشه. ما چارج دار بودن یک جسم به کمک الکتروسکوپ تعیین میکنیم. دوم، وسیله ای که به واسطه آن نوعیت چارج اجسام تعیین میشه. یعنی ما میتونیم توسط الکتروسکوپ تعیین کنیم که اگر این مارکر چارج دار هست، چارج هایش مثبت است یا منفی است. و در آخر، وسیله ای است که به واسطه آن مقدار چارج اجسام هم قابل تعیین است. یعنی ما به کمک الکتروسکوپ میتونیم مقدار چارج اجسام را هم تعیین کنیم که مقدار چارج بیشتر دارن یا کمتر دارن. خب دوستان عزیز، این آخرین موضوعی بود که ما در این بحث مطالعه میکنیم. اما قبل از اینکه ما موضوع این جلسه درسی را ختم کنیم، یک موضوع بسیار کوچک در کتاب بر ما گفته نشده را مورد بررسی قرار میدیم. چارج. ببینید دوستان عزیز، چارج از جمله خصوصیات ماده است. این را اشتباه نکنید، چارج ماده نیست، چارج از جمله خصوصیات ماده است. مارکر ماده است، اما این که مارکر چارج مثبت داره یا منفی داره از خصوصیات این ماده است. دوستان عزیز، در بحث چارج ما دو واحد را در سیستم های MKS و CGS تعیین میکنیم. در سیستم MKS واحد چارج کولمب نام داره و در سیستم CGS واحد چارج استات کولمب نام دارم. خب دوستان، کولمب و استات کولمب چه قسمی تعیین میشن؟ یک کولمب برابر است به 6.25 ضرب 10 به نمای 18 عدد الکترون. اگر ما 6.25 ضرب 10 به نمای 18 عدد الکترون رو جمع کنیم، مقدار چارجی که الکترون ها تعیین میکنن به نام کولمب یاد میشن. و استات کولمب که از جنس کولم تعیین میشه برابر است به 1/3 ضرب 10 به نمای منفی 9 کولم. هر استات کولم 1/3 ضرب 10 به نمای منفی 9 کولم میشه. این قیمت کولم و قیمت استات کولم در فیزیک برق است. اما قبل از ختم از این موضوع، واحد طبیعی چارج دوستان عزیز، کوچکترین واحد چارجی که شما تا فعلا در طبیعت با او آشنا شدید یا میشناسید چیست؟ آفرین، چارج های الکترون یا پروتون. باید داشته باشید مقدار چارج الکترون با مقدار چارج پروتون با هم مساوی است. تنها تفاوت که دارن چارج الکترون منفی و چارج پروتون مثبت است. اما مقدار هر دوتایشان میشه 1.602 ضرب 10 به نمای منفی 19 کولم. دوستان عزیز، در تعیین چارج الکترون و پروتون ما از تعریف کولم استفاده میکنیم. هر کولم 6.25 ضرب 10 به نمای 18 الکترون. و اگر ما این برعکس بسازیم، هر الکترون 1.602 ضرب 10 به نمای منفی 19 کولم میشه. خب دوستان عزیز، این بود از موضوعات جلسه دوم درسی از فیزیک برق. ما طریقه های چارج دار کردن مواد را مطالعه کردیم. چهار طریقه: القا، تماس، مالش و قطبی سازی. که در طریقه های قطبی سازی، در طریقه قطبی سازی من مواد عایق را چارج دار میتونم، در طریقه القا مواد حادی را، و در طریقه تماس و مالش هر دو نوع مواد را، هم حادی و هم عایق.
خب دوستان عزیز، این بود از موضوعات درسی این جلسه ما. امیدوار هستیم که این موضوعات را به صورت درست یاد گرفته باشید و تا دیدار بعد که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خدای پاک میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.